مردم محل سقوط ولسوالی مرکز بهسود را شایعه می داند و می گوید که نیروهای امنیتی خودشان ولسوالی را ترک کرده و درگیری در کار نبوده است. برام خدا سلام بر شما دوستای عزیز، شبتان بخیر، یا اگر در کشورهای مثل آمریکا هستین روزتان بخیر. امروز 14 دلو بود برابر با 2 فوریه سال 2021 میلادی و امیل هست که ما با شما گپ بزنیم. هم ساعت نزدیکای 2 شب به وقت افغانستان هست و شما هم خبرهای در رابطه با سقوط ولسوالی بهسود شنیدین که کاملا حقیقت نداره و نیروهای امنیتی خودشان این ساحه را ترک کرده. اما اینکه چرا این آوازه پخش شده ای هم جالب هست. ما لایف قبلی خود را پاک کردم بخاطر طولانی بود، دوستا شاید گیت شوه، اما کوتاه و مختصر 2-3 دقیقه در این کلیپ گپ میزنم که دوستا اگه بتونم راحت‌تر را شیر بکنم. از آن هموطن خبر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها از جمله پژواک و بی بی سی مبنی بر سقوط ولسوالی مرکزی بهسود حقیقت نداره، نیروهای امنیتی خودشان رفته. مردم محل در تماسی که با ما داشتن این را اظهار داشتن و گفتن که اصلا تعرض در کار نبودن، نیروهای امنیتی بعد از ظهر قرار بود که این ولسوالی رو ترک بکنه. مردم برشان توصیه کرده که از اینجا نرین به خاطر اینکه هنوز مسئله حل نشده، شما باید حضور داشته باشین. اما خب اینا مانده بودن و ساعت 8 شب امشب اینا ساحه را ترک میکنه و میره. بعد از اینکه بالاخره اونا رفته و مردم خبر میشه دیگه، این خبر هم در شبکه اجتماعی پخش میشه که گویا ولسوالی مرکزی بهسود سقوط کرده و گویا درگیری صورت گرفته. رقم شاید بعضی مردم ها رفته باشه بعد از رفتن نیروهای امنیتی به ولسوالی تا یک بار قضیه رو ببینه که از چه قرار هست. خب در هر صورت یعنی درگیری در کار نبوده، جنگ در کار نبوده، نیروهای امنیتی بر اساس گفته های خود مردم محل خودشان به خواست خودشان ساعت 8 شب این محل ترک کردن. اما ممکن است که در اینجا یک سلسله پلان هایی را قماندان امنی ولایت میدان وردک داشته باشه به خاطر از اینکه یادم در روز جمعه بالای مردم ملکی گلشلی کرد. فعلا هیئت به خاطر بررسی امی رویداد در بهسود هستن و ممکن است که اینا بخواهم قصدن امی ولسوالی را اعلام بکنه و این تبلیغات برا اندازه تا نیروهای مردمی در ساحه حضور پیدا بکنه و بعدش اینا دوباره بعد از اینکه مطمئن شد اونا در ساحه آمده، در ولسوالی آمده و مردم حضور داره، اینا برده اونجا با رسانه هایی که در اونجا هسته اونا را خبر بکنه و به نحوی سراد فیلم هم داشته باشه و طوری وانمود بکنه در نزد هیئت و مردم و جامعه جهانی که گویا سر ما حمله شد، ما از ولسوالی شکست خوردیم ولی دوباره رفتیم پس گرفتیم، اینی آدم ها هم در ولسوالی بودین سند ما. به این خاطر ممکن است که یک دسیسه هم باشه. در هر صورتش هر دلیلی که بوده نیروهای امنیتی خودشان از ولسوالی به قول مردم رفته، درگیری در کار نبوده. پس لطفا راحت بخوابین، تشویش هیچ را هم نکنین. اما اونایی که یک اندازه احساساتی برخورد کردن و خبرها رو نشر کردن که گویا ما ولسوالی رو فتح کردیم، امیدوارم شما متوجه از این گپا باشه که این گپا گپ ما و شما نیست، گپ مردم ما نیست و این واقعیت نداره. لطفا از این کارا پرهیز کنید. جوانای عزیز، منفعت مردمتون رو در نظر بگیرید. بعضی ها به ما انتقاد میکنه که باید تو این گپا رو نگی و بگذار که مردم روحیش بلند بره. روحی ما با دروغ گفتنهای بیمورد و اتهامها را قبول کردن نیست. میتونیم روحی خود را بلند بره، روحی ما بلند هست. ما هیچ وقت در برابر هیچ کسی در جنگ نباختیم. داعش و طالب با او امکانات خامد در بهسود هیچ کار نتونست در سالهای اخیر. ما دیدن که مردم همگی هوشیار بودن و اگر ما در روز جمعه هم متاسفانه تلفات داشتیم افراد ملکی بودن، از این بابت هیچ جای نگرانی هم نیست دوستای عزیز. امیدوارم هستم که حال شما هم خوب باشه و تا می توانید به دوستای خود همی را اطلاع رسانی بکنید که لطفاً به این شایعات باور نکنید. ولسوالی را خود نیروهای امنیتی ترک کرده و نه حمله در کار بوده و نه تعرضی و نه هم تقاطع و فایده. دوستتان دارم، خدا نگهدار.